روزی رضا شاه شهردار تهران که یک نظامی بود رو احضار کرد. بعد به اون گفت من روز گذشته به پای کوه رفتم و دیدم که مردم نمیتونن برای تفریح به بالا برن و از طبیعت اونجا استفاده کنن. زن و بچه همراهشون هست و مجبورن هم اوایل راه بشینن. فکری برای درست کردن این راه کنید و حتما برنامهش رو بریزید. طریقه تهیه و بودجهش رو گزارش کنید و حتما به من اطلاع بدید. شهردار 2 هفته مهلت خواست و بعد از 2 هفته با پوشه ای از مدارک و نقشه و برنامه ریزی پیش رضا شاه اومد. گفت قربان برنامه ریزی کرده ایم. برای این کار فلان تعداد کارگر، فلان تعداد لوازم و غیره احتیاج داریم. رضا شاه گفت پولش چی؟ شهردار گفت قربان فکر اونجاش هم کردیم. قرار شد از مجلس بخوایم که به مدت چند ماه چند چایی به مالیات گوشت و نون اضافه کنه تا بتونیم این کار و کارهای دیگه عمرانی مد نظرمون رو انجام بدیم. یهو رضا شاه برافروخت و به زیر پوشه و پرونده های دست شهردار زد. تمام پرونده و کاغذاش پخش زمین شدن. رضا شاه با برافروختگی گفت مردک که فلان فلان شده، من میگم برو فکری کن که تفریح و آسایش مردم رو فراهم کنی. الان تو میخوای ارزاقشون رو گرون کنی و از سفرهشون کسر کنی؟ از کارگر بدبخت کار بکشیم و خستش کنیم که میخوایم بهشون تفریحات بدیم؟ اگه راست میگی این پولو بکشید روی عرق، بکشید رو مالیات عرق خوری ها. من شنیدم جوونه بیار چطور عرق خوری میکنن و میرن اونجا مزاحم مردم میشن. عرق رو گرون کن، هر کسی نداره نخوره، کوفت بخوره اصلا. چرا درخواست گرونی ماحتاج ملت رو میدی؟ همین کارا رو انجام دادن و خیابون دربند با پولی که روی مشروبات کشیده شده بود ساخته شد.